درود به شما همراهان ارزشمند کانال ایران دیلی. لطفاً برای بهتر شدن کیفیت و محتوای کانال، نظرات و پیشنهادات خودتون رو برامون در کامنت بنویسید تا منطبق با خواست اکثریت فعالیت کنیم. چون رضایت شما اولویت اصلی ماست. همینطور برای اینکه مطالب این کانال بیشتر دیده بشه و آگاهی گسترش پیدا کنه، لطفاً با لایک و اشتراک گذاری به ما قوت قلب بدین. در این ویدیو چندین خبر متنوع براتون انتخاب کردیم. ترور نافرجام محمود احمدی نژاد، انتشار تصاویر چپ مستهجن و برملا شدن رابطه جنسی نماینده خامنه‌ای با یکی از طلاب، نقد بر اقتصاد مقاومتی رژیم ایران، پیام صوتی یک زندانی سیاسی خطاب به مردم و معرفی یکی از مفسدین بانکی جمهوری اسلامی. پس تا آخر همراه ما باشید. کانال تلگرامی دولت بهار منتسب به محمود احمدی نژاد رئیس پیشین جمهوری اسلامی از تلاش برای ترور اون خبر داد. در متن پیام این کانال عنوان شده که حسب اطلاع واصله از منابع موثق، دفتر آقای دکتر احمدی نژاد با ارسال نامه‌ای خطاب به فرماندهان و مقامات ارشد نظامی و امنیتی مسئول نسبت به برخی تحرکات و اقدامات بسیار نگران کننده علیه ایشان هشدار داده و خواستار اتخاذ تدابیر لازم حفاظتی و برخورد با عوامل مربوط در این زمینه شد. معلومه که یه خبراییه. به زودی جزئیات بیشتری از این موضوع در اختیار مخاطبین کانال قرار میدیم. چت‌هایی منتشر شده که نشون از عمق فساد در حکومت خامنه‌ای داره. در این چت‌های لورفته، رابطه غیر اخلاقی یکی از آخوندهای رژیم با یکی از طلبه‌ها مشهوده. اینا تصاویر سکس چت‌های شخصی به نام اسدزاده، معاون فرهنگی نهاد خامنه‌ای در دانشگاه گیلانه. از طرفی طلبه کم سن و سالی که باهاش رابطه داشته، در حوزه امام علی مکتب می‌رفته. یعنی همون جایی که آخوند اسدالله زاده در اونجا تدریس می‌کنه. تمامی قرارهاشون هم در منزل شخصیش در خیابون جانبازان رشت پشت ترمینال رخ داده. اما علارغم تایید حراست دانشگاه و دستگاه امنیتی و همینطور تایید اصالت چت‌های مستهجن این نماینده خامنه‌ای در دانشگاه، کماکان این شخص در دانشگاه گیلان تردد داشته و حقوق قابل توجهی دریافت می‌کنه. سوال اینه که آیا برای رهبر جمهوری اسلامی مهم نیست که نماینده‌هاش در مراکز حساسی مثل دانشگاه لوات می‌کنن؟ بابت تصاویر چت‌های زننده این نماینده ولایت فقیه که با یه طلبه در حوزه امام علی رشت قرار می‌ذاشته، عذر ما رو بپذیرید. اما باید حقیقت منتشر بشه تا اینا بیشتر رسوا بشن، بلکه طرفداران نادونشون به خودشون بیان. یه نماینده مجلس در کمال وقاحت گفته که ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور به جای کنترل تورم و گرونی و مهار نرخ دلار، باید اقتصاد مقاومتی رو در پیش بگیره. این حرف یعنی این که تا الان مردم ایران در گل و بلبل بودن و خیلی بهشون خوش گذشته، پس یه مدت هم ریاضت بکشن، در صورتی که سال هاست زندگی مردم ایران رو جهنم کردن. بنا به گفته جمشید اسدی، کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی، چیزی که کمر کشور شکسته همین ادعای اقتصاد مقاومتیه. اسدی یک نماینده مجلس اومده توصیه کرده به ابراهیم رئیسی و گفته که به جای اینکه بیای تلاش کنی مهار کنی قیمت دلار رو و کنترل کنی، باید ما برگردیم به اقتصاد مقاومتی. اولا مگه قبلش اقتصاد آزادی داشتیم؟ یک. در ثانی شما موافق هستیم با اینکه ما باید برگردیم به اقتصاد مقاومتی مثلا تا بتونیم مشکل رو حل کنیم؟ اول بگویم که اشارتون بسیار درسته. مگه ما هیچ وقت اقتصاد آزاد داشتیم؟ آنچه که کمر اقتصاد ما را شکنده است و ما به اینجا رسیده این که رسیده این اقتصاد مقاومتی بوده است. البته مقام معظم رهبری یک بار در دوران آقای احمدی نژاد برای بار نخست به اسم صحبت از اقتصاد مقاومتی کرد، اما از آغاز جمهوری اسلامی اقتصاد مقاومتی بود. یعنی چه اقتصاد مقاومتی؟ یعنی هر کاری میخواهید بکنید برای کیان اسلامی، این باعث می شود ما زیر تحریم ها قرار بگیریم، مورد فشار تجارت خارجی قرار بگیریم و ما باید یاد بگیریم که مقاومت کنیم. در حقیقت اقتصاد مقاومتی اسم رمز ستیز با جهان و پذیرفتن، یعنی قبولاندن، تحمیل کردن
اقتصادی که زیر فشار تحریم هاست به مردم. اقتصاد مقاومتی یعنی مردم ایثار کنید، مقاومت کنید. قرار نیست این اوضاع بهتر از این بشه. رضا محمد حسینی همون جوون با شهامتیه که وقتی بعد از چند سال تحمل دورانی سخت در زندان رجایی شهر آزاد شد، باز از خودش در خیابونهای تهران ویدیو گرفت و مستقیماً به خامنه‌ای انتقاد کرد و البته چند روز بعد دوباره بازداشت شد. حسینی این بار یه فایل صوتی از زندان منتشر کرده و میگه سرکوب، زندان و شکنجه خللی بر اراده آزادی خواهان وارد نمی کنه، بلکه هر گونه آسیب رسوندن به روح و روان غیور مردان و زنان شجاع ایران باعث انگیزه برای مبارزه و سقوط سریع‌تر رژیمه. آخرین میخی که بر تابوت رژیم نامطوع جمهوری اسلامی خواهیم زد. اینک خطاب هم با رژیمی است که با توسل به سرکوب و زندان و شکنجه های نامشروعش میپندارد که میتواند در اراده آزادی خواهان و شریفترین فرزندان واقعی میهن عزیزمان ایران خللی را وارد آورند. حال آنچه چنین نگرشی از ریشه مخدوش بوده و بدیهی است که هیچ اندیشه نجیبانه‌ای نیست که با همدلی مواجه نگردد. با این شیوه هر گونه آسیب رساندن به روح و روان غیور مردان و زنان شجاع میهن بلادرنگ تأثیرات برانگیزاننده خود را بر روان جانهای آگاه گذارده و موجبات سرنگونی هرچه سریعتر این حکومت غیر مردمی و ضد بشری را فراهم می آورد. هر گونه اتهامات اجباری و پرونده سازی های سخیفی نظیر تبلیغ فساد و فحشا و تحصیل مال از سریعانشو و انتصاب افعالی اینچنی به دلسوزان واقعی میهن نه تنها مانعی در تحکیم اراده آهنین ما سربازان ایران ایجاد ننموده، بلکه موجبات آن را فراهم می‌سازد که با نیروی دو چندان و راسختر از پیشتر مقابل کردارهای دون شأن انسانی این فرقه روان سرکوبگر که می‌پندارد می‌تواند با جنایت تهدید و زوال روان فرزندان راستین ایران به اهداف شوم خود واصل شوند ایستادگی کنیم. همان گونه که در نخستین نامه هم در سال 98 بعد از صدور احکام ناعادلانه و سنگینی که برای 12 آزادی خواه صادر شده بود گفته بودم، حکومت وقت به دروغ به بچی ابلهانه حضور حتی یک زندانی سیاسی را در قرقابه های مخوف خود انکار می کند و بدین وسیله بر تبل پروپاگاندای پرهیاهویش می کوبد. اکنون نیست با صدای رساتر فریاد برمی آورم زنده باد آزادی، پر افتخار باد زن و پرتنین باد زندگی. رضا محمد حسینی، شهریور ماه 1402، بند 8، زندان اوین. از جمله کسانی که در فساد ارضی و مالی جمهوری اسلامی دست دارن، شخصی به نام فرشاد حیدری، یکی از 10 محکوم پرونده اختلاس ارضی سال 1396 بانک مرکزی که در اون زمان سمت معاونت نظارت بانک مرکزی و در دوران مدیریت سیف بر عهده داشت. اگرچه پرونده این شخص خیلی سنگین بود، اما با حمایت پشت پرده خصوصا از سمت مشتبه خامنه‌ای فقط به 2 سال زندان محکوم شد. ولی در کمال تعجب به جای زندان به استراحتگاهی خوش آب و هوا بدون حواشی و نظارت به نام مؤسسه عالی آموزش بانکداری در خیابون پاسداران تهران منتقل شد و از سال 97 مدیریت این مؤسسه را بر عهده گرفت. بنابراین در پوشش این مؤسسه به سایر فعالیت‌های اقتصادی و غیر اقتصادیش ادامه داد. گفته شده در اتاق کارش گاف صندوق بزرگی وجود داره که حاوی مدارک حساس و مقادیر زیادی ارزه و غیر از مهمونهای خاص خودش رفت و آمد افراد دیگه به این اتاق ممنوعه. این مؤسسه در واقع محلی برای استخدام افراد سفارش شده مازاد برنیازه که بدون گذراندن مراحل لازم استخدام از ابتدای ریاست فرشاد حیدری مشغول به کار شدن و حقوق و مزایای خوبی هم دریافت میکنن. مؤسسه ذکر شده همینطور محلی برای افراد تبعیدی از سمت‌های گوناگون بانک مرکزی که بدون دردسر توی مکان دنج همچنان به فعالیت اقتصادی مافیایی و پولشویی ادامه بدن. اما نکته جالب‌تر هم داریم. این فرد اختلاسگر ارضی با مدیریت ضعیف و کارنامه افتضاح به یه پست دولتی دیگه هم منصوب شده، یعنی معاونت توسعه بنیاد شهید و امور ایثارگران. به عبارتی اشتغال به 2 شغل دولتی در یک زمان و دریافت 2 فیش حقوقی نجومی که اساساً خلاف قانونه.
در جایی که افراد شایسته و وطن پرست بیکارن یا در مشاغل غیر مرتبط با تحصیلاتشون مجبور به کار میشن یا در بهترین حالت بناچار برای زندگی بهتر مهاجرت کردن، چنین افرادی چندین پست مدیریتی دولتی رو تصاحب کردن. وقتش رسیده که با افشاگری فعالیت‌های افرادی مثل فرشاد حیدری، نقاب از چهره تک تک این مدیران و مسئولین فاسد جمهوری اسلامی بندازیم. باید مردم هرچه بیشتر درباره فعالیت‌های اقتصادی و غیر اقتصادی این افراد و باندهایی که ازشون حمایت می‌کنن آگاه بشن تا در فردای نابودی رژیم، امثال اینا در دادگاهی عادلانه پاسخ خیانت‌هاشون به مردم رو پس بدن. هشتگ نه به جمهوری اسلامی. عزیزان همراه و همدل کانال ایران دیلی، سپاس که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. لطفاً نظرتون رو در کامنت بنویسید و ویدیوها رو با دیگران به اشتراک بذارید. تا ساعتی دیگه با گلچین خبری جدید برمی‌گردیم. در پناه نور باشید و بدرود.